دو زن جوان از دو گوشه اروپا و هر دو رهبران پراشتیاق آینده کسب و کار هستند. من کنسولاتا لوزانا هستم، 21 سالم است و از تورین ایتالیا می آیم. علاقه من کسب و کارهای سازگار با محیط زیست است و می خواهم در کسب و کاری با هدف مراقبت از محیط زیست فعالیت داشته باشم. اسم من اولوبوکالا ادبوالا است و به هم بوکی می گویند. 23 سالم و از ایرلند می آیم و می خواهم که از در دسترس بودن همه چیز جامعه برای زنان رنگین پوست مطمئن شوم. بوکی و کنسولاتا به همراه 27 دانشجوی دختر دیگر از کشورهای مختلف اتحادیه اروپا، بالکان غربی و اوکراین برای شرکت در دوره تابستانی رهبری زنان در عصر دیجیتال که توسط شرکت هواوی برگزار می شود در پراگ گرد هم آمدند. تلاش ما در هواوی و در دوره‌هایمان تجهیز زنان به ابزار و مهارت‌هایی است که از آنها نه تنها برای شکل دادن بلکه برای رهبری تحول دنیای دیجیتال استفاده کنند. اکنون مدت زیادی است که تعداد مردان فعال در صحنه فناوری اروپا بسیار بیشتر از زنان است. در سال گذشته کمتر از 1/5 متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات از زنان بودند. فراتر از آن، تنها 1/10 رؤسای هیئت مدیره یا مدیرعامل های لیست بلند بالای شرکت های فعال در زمینه تجارت و امور مالی زن هستند. با هدف کاهش این شکاف جنسیتی، رهبران امروز فناوری، تجارت و سیاست اینجا جمع شدند تا این متحول کنندگان آینده را به چالش بکشند. فکر می‌کنم مسئله برابری به آن سادگی‌ها که ما فکر می‌کنیم نیست. برای مثال هنگامی که از برابری جنسیتی صحبت می‌کنیم، منظور ما نه تنها زنان بلکه زنان رنگین پوست، معلول و فراتر از این دسته‌بندی‌هاست. نکته کلیدی تداوم است. ما باید روی برابری جنسیتی در دستمزد، موقعیت‌های شغلی منصفانه و تعادل بین کار و زندگی کار کنیم. موقعیت واقعاً ترسناک است. تغییرات اقلیمی، سازگاری با محیط زیست، تحول در انرژی، همه و همه موضوعات بحث و مناظره این زنان جوان هستند که آینده اروپا را شکل می‌دهند. بحران تغییرات اقلیمی باید در اولویت توجه قرار بگیرد. البته بحث توسعه پایدار بوده اجتماعی دارد و به نظر من هیچ یک نباید فراموش شود. تیم کنسولاتا و بوکی یک پلتفرم آموزش و شبکه سازی برای کمک به کسب و کارهای با اندازه کوچک و متوسط برای حرکت در دنیای دیجیتال و پایدار طراحی کردند. آنها برای ارائه ایده‌شان آماده می شوند. کمی مضطربم، امیدوارم که خوب پیش برود. من، شما و همه کسب و کار سالم می‌خواهیم. بعد از ارائه حس معرکه‌ای دارم. سخنرانی در جمع ابزاری عالی است که می‌توانیم از آن بهره ببریم. بعد از یک هفته پرمشغله، وقت یک مهمانی خداحافظی بزرگ در قصر ترویای پراگ است. بوکی و کنسولاتا برنده جایزه شدند. صادقانه بگویم احساس میکنم دارم پرواز میکنم. این جایزه به من برای پذیرش و دنبال کردن تمام ایده ها و علایقم اعتماد به نفس مضاعف داد. بی نهایت سپاسگزارم. از تمام شدنش ناراحتم، اما میدانم این تازه شروع اتفاقاتی فوق العاده است.